دیگه واقعا وقتش رسیده بود برم سراغ دراگون. اول از همه باید به خاطر این چند وقتی که نبودم از همه تو معذرت بخوام. راستیتش کل دنیا حدودا داشت تو سرم خراب میشد. الان دیگه خدا رو شکر خراب شد رفت. کلی حرکت های عجیب و غریب زده بودم که براتون ویدیوشون هم ضبط کردم، اما به خاطر اینکه تازه پی سی مو عوض کردم کلی ریکوردام به باد فنا رفت، همشون اشتباه ریکورد شدن. مثلا بزرگترین سورپرایزم این عزیز دله، ساختن همین یه دونش برام 2 ساعت ریکورد همراه داشت. دیگه زمان این رسیده بود تا به دراگون ثابت کنم کی اژدهای اصلی اینجاست. اژدر باید چیزه میخوام من بزنم بکشمش. ولی یه دفعه جذب این درخت های گوگولی شدم، یه چند موردی ازشون وحشیانه کندم و لوتش کردم، خیلی خوشگل بودن. او این قضیه تلپورت شدن اندرمن هم خیلی چیز رو مخیال. کسافت بیشور، چشمم نداد خسیس گدا. مورد بعدی رو به روش قایقی که از اسماعیل یاد گرفته بودم در قلاب خیش بینداختی و سپس چکش بر سرش زدم تا متوفا گردید و از او فقط چشمی برای ما ماند. یه خواهشی دارم که من از تو قطعاً که بکنی ویدیو رو برگم شاده خودت درار بیتر بیاد. اندازه کافی که از اندرمنو کشتم تصمیم گرفتم برگردم بالای این قصر کوفتی و بعدش هم برگردم خونه ببینم چه غلطی باید بکنم. با توجه به دفترچه راهنما نیازمند پودر بلیزیم برای ساختن چشما. خدا رو شکر به اندازه کافی از اون پاهای مزخرفشون داشتم. بعد از ساعت‌ها تلاش تونستم چشما رو آماده کنم و بعدش زدم در واسن شمس الله و با هم دیگه رفتیم تا بتونیم دروازه رو پیدا کنیم. اصلا نمیدونستم قراره یه همچین پروسه طولانی مزخرفی باشه. اصلا غیر ممکن بود، میدونی؟ مشکل کار اینجا بود که من کل زمانم رو داشتم دقیقا بالا سرش دنبالش میگشتم. هرچی میچرخیدم این کوفتیه پیدا نمیکردم، همین یه نقطه 1000 بار گشتم. ولی خدا در نهایت بعد از تلاش های بسیار زیاد تونستم برسم به این لوکیشن کوفتی. خدای شکرت. تو دیوار برای خودم یه دونه دو بلاکی رهن 120 میلیون ماهی 12 میلیون تومان ساختم و لوکیشنم ست دادم. اولین چیزی که بهش برخوردم قبر یه بزرگواری بود که توش چیز بود. ما لوت کردیم، یه فاتحه هم فرستادیم ان شاءالله که در آرامش باشن. فسقل زامبیا رو واقعا دلم براشون تنگ شده بود عزیزم. رسیدم به این لوکیشنی که پر چست و تخت بود. با اینکه نتونستم لوت خفنی توش پیدا کنم، ولی با این حال ریسپان پوینتم رو یکی از تختا ست دادم. و این گونه بود که توانستم دروازه را پیدا پیدا کنم. حاجه این چرا این چی چشم روش نیست؟ بدبخت شدیم. دوتا کمیم. مجبور شدم تمام مسیر رو برای رسیدن به سطح زمین دوباره بکنم و برم خودمو به اژدهام برسونم و کامل این مسیری که اومدیم و برگردم تا برم خونه دوباره از این چشمای مزخرف بسازم برگردم. اگر تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین و هنوز چنل رو سابسکرایب نکردین، ازتون خواهش میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله هم بزنین تا هر وقت ویدیو جدید میذارم شما مطلع بشین و بتونین بیاین ببینینش. من باورم نمیشه تمام این مسیر رو برگشتم که فقط این چشما رو بسازم. بالاخره دروازه رو تکمیل کردم و دیگه زمان این رسیده بود که بریم داخل. کشید تا دست و پای خودم دوباره پیدا کردم و یه دونه پل درست کردم تا خودم برسونم به سطح این بالا، برم اون اندر دراگون مزخرف بکشم از شرش خلاص شد. از اونجایی که خودمو تا گردن به ویدیوهای آموزشی مسلح کرده بودم سری رفتم سراغ اینجا که زیر پامو بسازم برم اونا رو خراب کنم. نه خیر آقا، ویدیو نایده بودم بس احمقا اینو ساختم اونا نه منو بخورن. ولی خب بعدش یه ویدیو دیدم و رفتم یکیشون رو خراب کردم و سعی کردم چند تایشون هم با تیر بزنم. خدا رو شکر ایمینگم خیلی خوبه همونطوری که ملاحظه میفرمایید. خوبیش اینه اینجا حداقل میشه از آب استفاده کرد. بچه ها نقطه ضعف این لامصابم آب بود. رفتم این چند تای متریال واسه خودم کندم تا بتونم دوباره یه ستون بزنم برم بالا این یکم خراب کنم. یکی دیگر رو که داشتم میزدم دیگه دراگون گفت بهت خوش نگذره، یه دونه توپ کرد تو صورتم، مثل بدبختم مردم. مشکلی نداشت، دوباره برگشتم و لوتامو برداشتم و همون رو خراب کردم جلوی چشمای وزغ زدش. همونطور که میبینید دیگه اژدها ایمیون نیست و میشه به راحتی اون رو با تیر کشت. خدا رو شکر این تیر کمونم یه خوبی که داشتیم بود که تیرها رو باید تا حالا هیچ وقت از اینا استفاده نکرده بودم. خب از اونجایی که کاملا مطمئنم حداقل 17000 بار تا حالا تک تکتون کشته شدن دراگون رو دیدین، این پروسه رو یه ذره سریعش کردم که سریع ببینید دیگه. زدم کشتمش آقا، زدم کشتم.
ولی ضربات آخر رو با چکش زدم که قشنگ سلولای بدنم از مردنش لذت ببرن، چون سه بار این دروبان کثافت منو کشت ولی من تو ویدیو نشون ندادم شرافت هم حفظ شه. الانم نمیدونم چرا دارم اینو میگم، ولی خب دیگه واقعیت دیگه. کارم که با لوتاش تموم شد، تو همین آب حوضی که پایینش بود پریدم و تموم شد ماینکرافت الان مثلا؟ ها نه چیزه، چرت پرت بود. خب خوبه، دوباره برگردوندم خودمو به اند تا ببینم دورورم چه خبره. وقتی رفتم تو این پورتال وسطیه دیدم که یا علی تازه شروع شد، کدن نخبر تازه شروع شده. پست هی دمت گرم ویدیو رو تماشا کردی، یاد نره چنل رو سابسکرایب کنی. بوس به کلت از همین فاصله با همین کلمه مربعیم، بوس به کلت عاشقت هم، دمت گرم تا ویدیو بعدی، خدافظ.